یافته های گزارش نظارتی شبکه زنان افغان در مورد تطبیق پلان عملی ملی افغانستان پیرامون قطعنامه 1325 نشان می دهد که تطبیق پلان عملی ملی در پیوند به توانمند سازی و رسیدگی به نیازمندی های زنان افغان به گونه لازم عملی نشده است. ما هنوز هم او مشارکت مساوی زنان را نداریم. این خودش یک چالش است که در قسمت مشارکت است. یافته ما این است که بیشتر تصمیم سیاسی و تقسیم قدرت بوده بر اساس از او صورت گرفته. کمتر بر اساس ظرفیت، توانایی، تجربه کاری زنان صورت گرفته. این خودش مشارکت معنادار و قابل لمس زنان را نشان نمیده. قطعنامه 1325 شورای امنیت سازمان ملل یکی از اسناد مهم بین‌المللی به شمار می‌رود که جایگاه مشارکت زنان را در تصمیم گیری مشخص نموده و از دولت‌ها می‌خواهد تا برای تقویت هرچی بیشتر آنان تلاش نماید. به اساس معلومات شبکه زنان افغان، نخستین پلان عملی ملی در رابطه با تطبیق قطعنامه 1325 در بخش زنان، صلح و امنیت سال گذشته توسط رئیس جمهور غنی تصویب و به مرز اجرا گذاشته شد. این در حال است که همکنون در افغانستان 4 زن منحیث وزیر، چند تن سفیر و برخی هم در داخل کشور به صفت معاونین مصروف کار هستند. در این حال سیما سمر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید که زنان افغان نیاز به پلان قابل تطبیق با تعهد سیاسی دارند. ما پلان را کار داریم که زندگی خواهرای ما را در کنج کنار از این کشور تغییر بده. ما پلانی که به اصطلاحی که ما میگیم شکوهی بد مکوهی این رقمی پلان کار نداریم. پلانی را کار داریم که قابل تطبیق باشه، برش بودیجه باشه، برش تعهد سیاسی باشه که از نگاه سیاسی تعهد داشته باشه که این اقدام بکنه. از سوی هم مسئولین وزارت خارجه زنان و داخل افغانستان گفتند که در یک سال گذشته اقدامات زیادی را برای توانمندسازی و مشارکت زنان در حکومت انجام داده و این تلاش هایشان همچنان ادامه خواهد داشت.